سرخط خبرها. حمله خونبار طالبان بر بخش‌های از ولسوالی جاغوری. دست کم 25 تن جان باختند و شمول 10 سرباز کماندو. لغو عضویت نمایندگان جامعه مدنی در کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری. حکومت میگوید دلیل نفوذپذیر بودن آنهاست. کمیته گزینش که از طرف جامعه مدنی پیشنهاد شده بود قابل نفوذ. ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان. دور دوم سفر زلمی خلیلزاد به افغانستان و منطقه آغاز شد. خواهان هماهنگی و همکاری‌های صادقانه و خوبشان را می‌خواهیم. سلام به خبر 10 از 1 با من یاسر ابرار، خوش آمدید. مشروع خبرها: در پی حمله طالبان بر بخش‌های از ولسوالی جاغوری غزنی دست کم 25 تن و شمول غیر نظامیان جان باخته و نزدیک به 20 فرد دیگر هم زخمی شدند. یک منبع امنیتی در گفتگو با تلویزیون یک جان باختن 10 سرباز کماندو و 15 غیر نظامی را تایید می‌کند و می‌گوید 14 فرد دیگر به شمول 6 سرباز کماندو نیز زخمی شدند. همزمان در پی حمله طالبان بر ولسوالی مالستان غزنی نیز یک سرباز جان باخته و 4 تن دیگر به شمول فرمانده پلیس این ولسوالی زخمی شدند. و گفته مقام‌های محلی جسد 14 جنگجوی این گروه در میدان نبرد باقی مانده است. اما ولسوال مالستان میگوید که طالبان هنوز هم در 4 کیلومتری ساختمان این ولسوالی حضور دارند. از سوی فرماندهی پلیس غزنی میگوید که در پی حمله امروز نیروی هوایی در این ولسوالی 23 جنگجوی طالب کشته شدند. وزارت دفاع ملی هم میگوید که در حال بررسی گزارش تلفات نظامیان در این ولسوالی ها است. به گفته سخنگوی این وزارت، موضع های طالبان در روستای هودقول ولسوالی جاغوری ساعت 10 امروز به شدت بمباران شده است. همزمان در کابل مشاور امنیت ملی کشور در دیدار با نمایندگان غزنی میگوید که موضوع تامین امنیت این ولایت به گونه جدی پیگیری می شود. و گفته حمدالله موهب، عملیات هوایی و زمینی در همکاری با نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع در این ولایت ادامه می‌یابد. حکومت عضویت نمایندگان جامعه مدنی در کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری را لغو کرده است. چند پیش دیدبان شفافیت مدعی شد که در قانون مبارزه با فساد اداری دستبرد شده و جامعه مدنی از بدنه کمیته گزینش حذف شده است. اما دبیرخانه ویژه اداره مبارزه با فساد ریاست جمهوری میگوید حکومت جامعه مدنی را به دلیل نفوذپذیر بودن آن با پیشنهاد جامعه جهانی از این کمیته حذف کرده است. اما دیدبان شفافیت میگوید که حلقه های در ریاست جمهوری برای پیشگیری از باز شدن پرونده های بزرگ فساد اداری این قانون را تحریف کردند. فساد اداری پس از ناامنی بزرگترین چالش فراراه حکومتداری خوب به شمار می آید. اما ظاهرا در قانون مبارزه با این پدیده نیز فساد وجود داشته است. پیشتر دیدبان شفافیت مدعی شد که در قانون مبارزه با فساد اداری دستبرد صورت گرفته و جامعه مدنی از بدنه کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری حذف شده است. ادعایی که اکنون از سوی دبیرخانه ویژه اداره مبارزه با فساد اداری این گونه پاسخ داده می شود. یکی از نظریات جامعه جهانی بود که کمیته گزینش که از طرف جامعه مدنی پیشنهاد شده بود قابل نفوذ و امکانات از این هست که افراد اونجا گماشته شود که یا مرتبط به کار مبارزه با فساد نباشند یا تجارب کافی نداشته باشند یا مشکلات دیگری ایجاد کنند. عضوهای کمیته گزینش از 13 نهاد به 3 نهاد یعنی دادستانی کل، دادگاه عالی و کمیسیون اصلاحات اداری کاهش یافته است. بر بنیاد منبع‌هایی در کنار نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان اتحادیه حقوقدانان، انجمن وکیلان مدافع، فدراسیون ژورنالیستان، نهادهای مدافع حقوق بانوان، مجلس سنا، مجلس نمایندگان، وزارت عدلیه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری حذف شدند. وقتی که ما میگیم نظریات جامعه جانی بر ما ارسال شده، به معنای مداخله نیست، درست؟ به معنای مداخله به هیچ صورت نیست. نظریات ما از هر جایی که از هر منبعی که باشه معقول باشه مد نظر میگیریم، چرا نه در صورت سیستم بهتر بسازه. عدم مداخله در امور اینا از جانب هیچ مقامی است که در حقیقت این هم در قانون تصریح شده و به صراحت در این مورد تذکر رفته که هیچ نهادی و یا هیچ مقامی صلاحیت مداخله در امور کمیسیون را نداره. و در این حال امی ماده قانون تصریح میکنه که خود کمیسیون هم باید تماما اجراعاتش به بی‌طرفی کامل انجام بده. دیدبان شفافیت اما میگوید که جامعه جهانی و وزارت عدلیه در آنچه که این نهاد تحریف قانون مبارزه با فساد اداری میخواند نقشی نداشتند. خواست ما از نهادهای عدلی و قضایی هست که این موارد را بررسی بکنند و افرادی که در این دخیل بودند آنها را مشخص بسازند و برای مردم بشناسانند. دیدبان شفافیت افغانستان این موضوع را تعقیب میکنه با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و ما اقدامات لازم برای پیگیری از این نقض سریع قانون مبارزه با فساد اداری را تعقیب میکنیم. با نظر داشتی تعهدات دولت افغانستان در بخش مشارکت دولتداری، باز قانون طی مراحل اسناد تقنینی را مجددا وزارت عدلیه را موظف ساختن که مورد بازنگری قرار بده و این قانون نقش جامعه مدنی را واضح‌تر بسازد. برای دادگاه عالی، دادستانی کل و کمیسیون اصلاحات اداری در حال صلاحیت عضویت در کمیته گزینش داده شده که بنابر برخی گزارش‌ها این نهادها خود متهم به فسادند. در کنار آن چند پیش گزارش‌هایی هم نشر شد که نشان می‌داد نهادهای مبارزه با فساد خود فسادزا بودند. آقای یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، با ما هستند تا بیشتر صحبت بکنیم. خوش آمدین آقای ترابی. بگر از اینجا آغاز بکنیم، آیا واقعا آنگونه که بازتاب یافت و در گزارش هم پخش شد، جامعه جهانی خواسته که عبارت اعضای غیر دولتی از جمله جامعه مدنی از بدنه کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری حذف شوند؟ ببینن اول مساعده ابتدایی که برای حکومت رسید از طریق جامعه مدنی بود. در او طرح جامعه مدنی پیشکش کرده بودند که اونا خودشان اکثریت باشن. 9 عضو پیشنهاد شده بود، از 9 عضو 4 عضوش از جامعه مدنی می آمد. بعد از بحث هایی که شد در حکومت در بخش های مختلف در قسمت امی قانون به شمول کابینه و بعد از اینکه ما نظریات جامعه جهانی رو دریافت کردیم، اونا گفتن شاید بله ها امکانات یک چیز هست که نفوذ پیدا کنه یک تعداد افراد، چون ما ضمانتایی که برای مقامات حکومتی داریم را برای مقامات یا اصلا مقامات نیستن افرادی که از جامعه مدنی میان رو نداریم. مثلا دارایی ارزونا ثبت نمیشه، پالیسی‌های یا قانون تضاد منافع سر از اونها تطبیق نمیشه و امثال از اون. و این معناش است که اینها نفوذ پذیر هستند، آنچه که در گزارش هم گفته شد همین گونه است. جامعه مدنی نفوذ پذیر است و شما کنترل بالای اونها نداره. جامعه مدنی نفوذ پذیر است، ما کنترل بالای اونها نداریم و به مو خاطر است که و یک بحث دیگه هم اینجا مطرح بود. بحث دیگه ای است که خب جامعه مدنی بالاخره وظیفه اصلیش چی است؟ نظارت است یا اجرات حکومتی؟ درست یا اجرات دولتی. بس در اینجا بود اگر ما بگذاریم جامعه مدنی اجرات کنه، پس نظارت کی میکنه؟ نظارت حکومت کنه واقعا؟ یعنی ما قانون اساسی رو سرچشمه کنیم. اگر همین بحث نفوذ پذیری را اینجا به عنوان یک دلیل مد نظر بگیریم، یک عامل که یک تصمیم گرفته شد، خب دادستانه کل، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این سه نهادی که دست کم باقی مانده در کمیته گزینش، اینها نفوذ پذیر نیستن و کنترل بالا اینها داره؟ اینا نهادهای مستقل هستند. دو نهاد اینا مستقل است در اجراعاتشان و شما میفهمید کمیسیون اصلاحات اداری و لوئیس آرنوال صاحب. شخصیت ها را شما میشناسین، همگی قابل احترام هستند. اینا شخصیت های هستند که تصمیم گیر هستند این قسمت. و جناب قاضی القضات که در رأس کمیته گزینش می باشه و هم قوه است که مجزا از حکومت هست. حکومت در اون قسمت هیچ چیز نداره، هیچ صلاحیت نداره و برعلاوه از او سکرتریت همین کمیته گزینش هم استر محکمه داره. ولی چطور ما اینها را آری از فساد یا به عبارت نفوذ پذیر ندانیم اینها را؟ مثلا شما در جریان هستین در سال 1392 پیش از شروع کار حکومت وحدت ملی همین قوه که شما گفتین مستقل از قوه قضاییه فاسدترین نهاد این کشور شناخته شد، هرچند تغییرات آمده در دوره کار حکومت وحدت ملی و گزارش‌های دیگه هم منتشر شده از سوی سیگر و نهادهای دیگه در رابطه با نهادهایی که اونها به عبارت با فساد آلوده هستند. چطور مثلا مطمئن باشیم که اینها نفوذ پذیر نیستن یا به عبارت چی ما رو مطمئن می‌سازه این بحث؟ خب شما هم تو می‌فهمین که ما میراث از گذشته گرفتیم. نهادهایی که شما ذکر کردین خصوصا نهادهای عدلی و قضایی ما در گذشته سطح فساد در این نهادها بسیار زیاد بوده، ولی در عین زمان همین نهادهایی که شما گفتین گزارشات را نشر کردن، همینا بازم گفتن که بزرگترین سعی و تلاش در قسمت اینمی نهادها شده، یعنی استر محکمی ما، لوی سارنوالی ما، اصلاحات کاوردن به سطح گسترده بوده، کمیسیون اصلاحات اداری ما. برعلاوه از او ما صحبت از ادارات نداریم. ببینید ما صحبت از رهبری اینا داریم. اگر اتهامات هست در قسمت رهبری این سه تا اداره که خب ما بفهمیم که باز تشویش‌های ما در اون قسمت باشه، ولی دو چیز باید کاملا ما مجذاب بدانیم که افرادی که ما می‌خوایم که تعیین کننده سرنوشت همین کمیسیون میتونن باشن، اونا باید افراد باشن که 100% صادق باشن، 100% اعتبارشان تثبیت باشه. و برعلاوه از ما رای جامعه مدنی را برای نظارت بسته نکردیم. فقط صلاحیت اجرایی را ازش گرفت. بله فقط صلاحیت اجرایی گرفته شده. جلسات کمیته گزینش کاملا علنی است. جامعه مدنی و جامعه جهانی میتونه اشتراک کنه. بله. و ما این پروسه را تسهیل میکنیم در صورتی که هر کسی که بخواهد که اشتراک کنه در جلسات از شروع تا آخر میتونن اشتراک کنن. نهادهای مثل دیدبان شفافیت اینها این مسئله را رد کردن و گفتن که این جامعه جهانی نبوده که خواهان حذف جامعه مدنی شده باشه یا به عبارت اعضای غیر دولتی از بدنه این کمیته، بلکه اونا میگن که حلقات در حکومت هستن چون این کار میکنن، اینها همون حلقاتی هستن که نمیخوان فساد از ادارات برچیده شود. پاسخ شما به اینها چی است؟ بسیار ساده است. نظریاتی که از جامعه جهانی همراه ما شریک شد به شکل کتبی است. فکر کنم 15-16 صفحه است. صفحه اولش که برین اولین موضوعاتی که اونا پرداختن اینمی است. اینمی موضوع هست که در قسمت کمیته گزینش باید بازنگری صورت بگیره و همین سه نهادی که من اینجا گفتم در قانون آمده اینمی سه نهاد پیشنهاد از اونها هم بوده. بله بحث دستبرد زدن در قانون که چند پیش هم از سوی نهادهای مثل دیدبان شفافیت بعضی از نهادهای دیگه هم مطرح شد و انتقادهایی که از این طرف مطرح میشه که گنجانیده شدن مثلا دیدگاه جامعه جهانی به گونه دخالت در امور قانونگذاری افغانستان هم میتونه پنداشته شود. این بحث هم منتقدای خودش را داره. به این چی جواب میشه راکت واقعا؟ اینکه ما ملحوظاتی را که جامعه جهانی مطرح میکنه اینکه واضح هم نیست که دقیقاً چه کشورهای کدام کشورها اینها، آیا اگر ما این را بپذیریم آیا دخالت در امر قانونگذاری نمیکنن؟ اگر احتمال دستبرد را هم بپذیریم؟ نه خیر. اگر نگاه کنین به تاریخچه پروسه تصویب قانون، جامعه مدنی افغانستان طرح را پیشنهاد کرده بود، ولی این طرح قابل قبول حکومت نبود به خاطر که حکومت تا زمان نمیخواست، چون تجربه که داشت و یک اداری به شکل که ما در گذشته اداری عالی نظارت داشتیم او را پس ایجاد کنیم. بالاخره توافق بمی شد که یک کمیسیون مستقل ایجاد شود که استقلالیت لازم داشته باشه و درسایی که ما آموختیم از گذشته او را داخل از این متن قانون داشته باشه. متاسفانه اونجا جایی که یک کم فشار زیاد بود ای بود که بحث کافی در حکومت نشد روی موضوع. طرح دیدبان آمد، در کمیته قوانین اونا بسیار به زودی ما بحث کردیم، رفت به کابینه. کابینه گفت در پرنسیپ تصویب ولی تغییرات بیارین بهش. درست اینی چی معنا میده؟ به معنای ازی هست که نظریات اصلاحی ادارات دیگر هم بگیرین. به اون شکل آمده. خب جلسات متعددی بود روی موضوع، تغییرات لازم آمد، بالاخره رئیس جمهور همون متن توشیح کرد. حالا شما اینمی موضوعی که میگن دست برد است یا تعریف شده همی از کجا میه؟ یعنی چگونه استدلال میکنن؟ من اینمی را نمیفهم. بله خب به هر حال شاید اونها مطرح میکنن که راههای باز وجود داره، چون بساس یک فرمان تقنینی این بحث میاد در کابینه تصویب میشه، به تعقیب از او توشیح میشه سوری از جمهور، ولی مجرای قانونگذاری اصلی که پارلمان هست این سپری نکرده. او هیچ ما صلاحیت پارلمان هیچ نگرفتیم. قانون امضا شده من حیث فرمان تقنینی روان شده به پارلمان. پارلمان هر زمانی که بخواه روی ازو بحث میکنه، اگر لازم باشه تغییرات لازم هم میاره، اگر لازم به تصویب بود، اگر دیدن که بحث دیگه ندارن تصویبش میکنن. در پایان اگه اشاره بکنین چه امیدواری میشه داشت به کارکرد کمیسیون مبارزه با فساد اداری که حالا اعضایش هم از سوی کمیته گزینش انتخاب میشه که این کمیته هم دولتی هست از سوی سه اداره که در اول 13 بود و حالا فقط 3 مانده، دادستان کل، همونطور دادگاه عالی و کمیسیون اصلاحات اداری انتخاب میشه و باز همون نگرانی حذف اعضای غیر دولتی مطرح است. هرچند شما گفتین که صلاحیت اجرایی اینها گرفته شده ولی صلاحیت نظارتی کماکان وجود داره. بله البته پروسه کاملا شفاف خواهد بود. جلسات کمیته گزینش علنی هست. از جمع 15 کاندیدی که پیشنهاد میشه باید حداقلش 5 تاش خانما باشه و رئیس جمهور 5 کمیشنر را تعیین میکنه که حداقل اونا باید 2 تاش خانما باشه. بر علاوه از ضمانت‌های دیگه وجود داره. کمیسیون در اجراتش کاملا مستقل است، هیچ کس حق مداخله نداره. اصل بی‌طرفی برای کمیشنرها مد نظر گرفته شده. در اینجا بودجهش مستقل است، تشکیلاتش مستقل است و تمام مواردی که این کمیسیون و عدم عزل کمیشنرها نمیتونن عزل شوند از موقفشان، یعنی این همش ضمانت ازی است. کمیسیون به شکل مستقل به اون شکل که تعهدات ما بوده در قسمت ازی که با همخوانی داشته باشه با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ما را انجام دادیم و امید ما اینمی است که کمیسیون بس عدم عزل شما ادعا کردین خودش فسادزا نیست. اگر اشاره بکنن اینکه یک کس فکر بکنه که دائما در یک جای هست ممکن است کارهایی که بر اساس آنچه که انتظار هست مبارزه با فساد هم انجام نده و باز هم مطمئن است که در جایش باقی میمانه. قانون شرایط را گذاشته برای اعضا که مطابق قضی اعضا میتونن تعیین شون. در صورتی که همون شرایط اینا از دست بتن اینمیش بازم قابل عزل میتونن باشن. یعنی مثلا اگر جرم فساد یکی از اعضا مرتکب شوه و ایر محکمه ثبوت کنه طبعا واضحه پس که نمیتونه به کارش ادامه بده. سپاسگزارم شما یما ترابی رئیس دبیرخانه ویژه مبارزه با فساد اداری. رئیس جمهور غنی در دیدار با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته از هر اقدام در راستای گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغانها استقبال میکند. زلمی خلیلزاد دور دوم سفرش به منطقه را آغاز کرده و شب گذشته در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته که پس از پایان سفرش به کشورهای منطقه برای درمیان گذاشتن نتیجه سفرهایش با رئیس جمهوری به کابل برمیگردد. همزمان برخی آگاهان هشدار می‌دهند که رقابت آمریکا و روسیه بر سر صلح افغانستان پیامدهای زیانبار در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد تنور صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر گرم‌تر شده است. حضور پررنگ و رقابت مسکو و واشنگتن در این روند به گرمی بحث صلح افغانستان در سطح منطقه و جهان افزوده است. 2 روز پس از نشست صلح مسکو، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دومین دور سفرش به منطقه وارد کابل شده و با رئیس جمهور غنی در پیوند به چگونگی روند صلح گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه کاخ ریاست جمهوری، آقای خلیلزاد گفته که پس از پایان سفرش به کشورهای منطقه دوباره به کابل برمیگردد و نتیجه این سفرها را با رئیس جمهور غنی در میان میگذارد. آقای غنی هم تاکید کرده که از هر اقدام در راستای گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها استقبال می‌کند. ما به عنوان ابتدا شهروندان افغانستان و بعد از آدرس شورای عالی صلح خواهان همان تسهیلگری، حمایت، هماهنگی و همکاری‌های صادقانه و خوبشان را می‌خواهیم برای اینکه زمین ساز شود تا که حکومت افغانستان و گروه تحریک طالبان زودتر به سوی مذاکرات مستقیم بین الافغانی برود. این در حال است که نمایندگان طالبان در نشست مسکو گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بر گفتگو با امریکا تاکید کرده‌اند. زلمی خلیلزاد در دور نخست سفرش با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیدار و گفتگو کرده بود و گزارش‌های وجود دارد که این بار نیز او با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو خواهد کرد. طالبان هنوز خودشان در چند قدمی پیروزی بیشتر می‌بینند. به اون لحاظ تا که فشارهای نظامی قدرتمند به طالبان و فشارها به پاکستان جدی وارد نشه و یا به کشورهای کمک کننده طالبان حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نخواد بودند. از آنجا که حامیان طالبان طرفدار صلح در افغانستان نیستند و یک تفاهم منطقه‌ای بر خاطر صلح در افغانستان صورت نگرفته، تلاش طالبایی است که فرصت کشی بکنند و برای خود زمینه مانور بیشتر فراهم بکنند. ما باور ما این است که طالبان هنوز هم اساساً به خاطر صلح در افغانستان فکر نمی‌کنند. انتظار می رود آقای خلیلزاد به کشورهای پاکستان، قطر و امارات متحده عربی در پیوند به چگونگی صلح افغانستان سفر کند. یک ماه پیشتر هم او به افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و عربستان رفته بود و درباره صلح افغانستان با مقام‌های این کشورها و نیز دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفتگوهای داشت. هرچند بعدتر نیویورک تایمز گزارش داد که خلیلزاد پس از برگشت به کابل جزئیات دیدار و گفتگوهایش با طالبان را بر رئیس جمهور غنی شریک نساخته بود. یکی از خواستهای جدی آقای خلیلزاد در سفر نخستش به کابل از دولت افغانستان و طالبان تشکیل هیئت گفتگو کننده با صلاحیت بود، چیزی که تا هنوز صورت نگرفته و شورای عالی صلح میگوید به زودی این هیئت تشکیل خواهد شد. رقابت واشنگتن و مسکو، چهره خونین در سوریه و چهره نرم و دیپلماتیک در افغانستان. آیا روس‌ها خودشان را برای افغانستان بدون حضور ایالات متحده آمریکا آماده می‌سازند یا اینکه با این تلاش‌ها کوشش دارند به گونه‌ای قدرت نمایی منطقه‌ای انجام بدن و از این طریق نشان بدن که با اتحاد ابزاری با طالبان در تلاش گسترش نفوذ و اثرگذاری بر اوضاع افغانستان هستند؟ جناب آقای شاکر حیات استاد دانشگاه با ما هستند تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بسیار خوش آمدین آقای حیات. سلامت باشین. اگر از اینجا آغاز بکنیم آقای حیات، که نشست صلح مسکو واقعا چه تصویر برای جهان ارائه داد و از جانب دیگر در قالب تلاش‌های صلح افغانستان از چه ارزشمندی میتونه برخوردار باشه؟ خب سلام بر شما بر بینندگان عزیز. در مورد ای که در افغانستان از چه ارزشمندی میتونه برخوردار باشه، ببینید اگر ما پیشینی از این کنفرانس ها از این نشست ها را یک بار مطالعه و بررسی بکنیم، نشان میده که گاهی این نشست در مکه صورت گرفت و همچنان فتوایی در اونجا داده شد که از دید اسلامی جنگی که در افغانستان صورت میگیره یک جنگ ناروا و غیر اسلامی است. نشستی که در پاکستان صورت گرفت همین رقم فعلا یا دیروز و پریروز نشستی که در مسکو صورت گرفت، تمام از اینا ایران میرسانه که نیروهایی که در اینجا جنگ میکنه یک نیروی هستن بنیادگرا که خواستشان یکی بوده. در طول مدت کنفرانس هایی که شد صورت گرفته، نشست هایی که صورت گرفته، دمو نشست اولی که در مکه یا قبل از اون بوده، در اینجا هم یک نشست داشتن که خروج نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان، تغییر قانون اساسی، البته تغییر بنیادی از این باید صورت بگیره. در نشست اول هم چنین خواستی را داشتن. نشست یک پریروز در مسکو هم صورت گرفت، اینمی خواست را دارن. در اینجا از لحاظ ارزشمندیش برای مردم افغانستان چنین نشست هیچ نمیتونه که ارزشی داشته باشه، چرا بجای از اینکه بتونه برای مردم افغانستان یک امتیازی را قائل شده، در حقیقت حقی را از مردم افغانستان سلب میکنه. او ممکن حق برابری باشه، حق حضور خانما در کار باشه، حق یا حضور خانم ها در عرصه تحصیلی و امثال هم باشه. اما به خاطر داریم که در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاداتی از سوی دولت افغانستان، از سوی محمد اشرف غنی برای طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح شد. در او هم بحث امکان تغییر در قانون اساسی افغانستان، به عبارت تعدیل در قانون اساسی افغانستان و مواردی از این قبیل مطرح شد. حالا این طرف طالبان هم چون این چیز را مطرح میکنند، با این تفاوت که حاضر نیستند با دولت افغانستان با مذاکره بنشینن و مذاکره بکنن. خب اگر بحث از میان رفتن این ارزش ها باشه که تلاش برای نهادی نشدنش وجود داره، دولت افغانستان هم از قبل اعلام کرده که حاضر است. ببینین مذاکره یا نشست ها از خود نیت کار داره که باید نیت برای برآوردن صلح در افغانستان وجود داشته باشه. اگر نیتی وجود نداشته باشه، مثل شورای عالی صلح، مثل نشست هایی که در مورد صلح افغانستان شد، همین رقم بدرازا کشیده میره، هیچ نتیجه ثمر بخش برای مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه. خب این نیت چطور بدانیم چون یک نیتی وجود داره؟ دست کم در ظاهر قضیه مردم تصور میکنن و فکر میکنن چون یک نیتی وجود داره، چه بسا در اون پیشنهاد بدون قید و شرط دولت افغانستان این بحث واضح شد. بله، وقتی که پیشنهاد بدون قید و شرط در اینجا پذیرفته میشه، چی معنا را میرسونه؟ در اینجا طالبی که میخواد بیاد در این یا قبلا عمل توریستی را انجام دادم، قبلا مردم افغانستان را کشته، قبلا در اینجا بمبگذاری کرده، آیا میشه که او را بیارم شامل پروسه صلح افغانستان بسازند؟ ببینید خب چیزی که نفی پروسه صلح هست، چه کاری باید بکنه پس دولت افغانستان؟ ببینید یکی صلح واقعی داریم، دیگه صلح مجازی داریم، صلح سیاسی داریم. ببینید آمدن صلح را به جای اینکه حق مردم افغانستان از برشان از طریق مجرای دیپلماتیک اعطا بکنن، آمدن صلح را سیاسی ساختن. سیاسیام در جایش که صلح را انتخاباتی ساختن. ببینن چند ماه مانده برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قرار به این است که آنچه که ما تحلیل میکنیم و میشنویم، حکومت افغانستان میخواد با طالبان زمین صلح را فراهم بسازه تا بتانه در روز انتخابات بونمو کسی که اینا میخواین حکومت افغانستان میخواد که باید در آینده رئیس جمهور افغانستان باشه، چه خود جناب آقای اشرف غنی باشه، چه شخص دیگری بیاید در اینجا به حمایت ارگ، میخواین یک قسم زمینه سازی بکنن به نام پروسه صلح که در روز انتخابات جنگ صورت نگیره، طالبان بتونن در پروسه صلح شریک شون، با معذرت در پروسه انتخابات شریک شون، بتونن رای بدن به کسی که مورد حمایت ارگ هست. خب پس چه بدیلی داره مگر این مواردی که شما یادآوری کردین اتفاق نیافته؟ بدیل ما چه هست؟ خب ما به همین سمت روان هستیم. در نهایت یک گروه هست که چه شورشی بنامیم چه تروریست، تعریفی که این دولت همه را میکنه و مقام‌های مختلف در نهایت با دولت می جنگن و سال هاست که چنین کار میکنن. اگر این اتفاق نیفته، اینها به اون شکلی که شما گفتین در انتخابات اشتراک نکنن، این زمینه سازی برای صلح صورت نگیره، پس چه کاری باید شه واقعا؟ ببینید درست از زمینه سازی برای صلح شه، مگر صلح واقعی مردم افغانستان میخوان. صلح واقعی از خود مکانیزم‌های خاص خود را داره. ببینید طالبان درست است که مردمی هستند، بنیادگرا هستند با فکر جدید مردم افغانستان که دنیای جدید قرن 21 است. اونا فکر خود را همخوان نمیدانند، فکر خود را برابر با فکر از اونا نمیدانند. آنچه که در گذشته صورت گرفته مبنای دینی بوده، میگه ما اون موارد را قبول داریم و بس، برای اساس به خاطر از اینکه بتونه که از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ اجتماعی مشکلی برای مردم افغانستان خلق نکنه، در این زمان حکومت بتونه بر از اینا خدمت بکنه. در اینجا راه حل های مختلفی وجود داره. مثلا چه راه حل؟ مثلا یکی از راه حل های راه حل تغییر ساختار یا ساختار سیاسی است. در این زمان سیستم غیر متمرکز سازی اداری افغانستان است. اگر سیستم غیر متمرکز شود، در اینجا حکومت افغانستان میتونه که اجازه بده بر مناطقی که طالب پرور هستند، ذهن طالبانی دارن، بینمی رقم میخواین زندگی بکنن، اجازه بده ناره که والی خود را با مو اساس داشته باشن، بر اساس فکری که دارن، با نمو شیوهی که میخواین زندگی بکنن، زندگی خود را ادامه بدن. ما در این طرف بتونیم که با آسایش کامل زندگی بکنیم. در مرحله دوم این واگذاری قلمرو و طالبان، تلویحا شما اشاره میکنین و حتی جدا شدن جغرافیا و تقسیم جغرافیا افغانستان، منظورم این نیست. سیستم زمانی که غیر متمرکز میشه حکومت مرکزی وجود داره، در عین زمان برای بعضی ولایت اجازه میتن که بر تمام ولایت افغانستان اجازه داده میشه که والیای خود را انتخاب بسازند. 34 ولایت افغانستان والی خود را انتخابی میسازند. اون زمان است کسی اگر طالب را خواست اجازه بدن طالب باشه، اگر غیر طالب دموکرات خواست با اجازه بدن دموکرات باشه. مرحله دومی که میتونه که ما را به صلح نزدیک بسازه، اون زمان است که حکومت افغانستان بعد از این موارد میتونه که تمام مردم افغانستان جمع بکنه، ارزش‌های مشترکی را خلق بکنن تا بر اساس از اون صلح پایدار به طور همیشه برای افغانستان به وجود بیاد. در غیر از اون اگر رقم صلح داشته باشیم برای یک روز نیم روز یا برای یک انتخابات باشه، این اقتضای مردم افغانستان نیست. مجلس سنا از نشست مسکو درباره صلح افغانستان استقبال کرد. برخی از عضوهای مجلس سنا امیدوارند تا اینچنین نشست‌ها زمینه گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و طالبان را فراهم کند. این سناتوران همچنین از طالبان می‌خواهند که با توقف جنگ به روند صلح بپیوندند. پس از رایزنی‌های فراوان سرانجام دروز پیش نشست مسکو درباره صلح افغانستان در پایتخت روسیه برگزار شد با حضوری از نمایندگان شورای عالی صلح، طالبان و شماری از کشورها. اینجا مجلس سنا با استقبال از برگزاری این نشست میگوید اینچنین نشست‌ها در راستای پایان جنگ و تأمین صلح مفید است. این مجلس امیدوار است که مذاکرات و گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود. در صلح ناسته و من هر هغه که افغانستان ارضی تامینات پکې ضرر نه او د صلح په نوم باندې بحث کیدای شي او افغانان پکې حضور ولري او البته د افغانستان د خلکو درد و مشکلات پکې بیانیدای شي، د هغې حمایت کو. خسارات معلوم است، مشکلاتی که مردم ما شما با او مواجه هستند از تردد راه و شاهراه گرفته تا زندگیشان، تا تعلیم و تربیتشان، تا تحصیلشان، به همگی ما شما معلوم است و این قربانی است که مردم افغانستان میپردازه. به همین دلیل است که ما میگویم برادر اگر مصالحه هم میشوه باید روشن باشه، مصالحه پایدار باشه، مبتنی به واقعیت‌های افغانستان باشه. سناتوران از طالبان می‌خواهند که با دست کشیدن از جنگ به روند صلح بپیوندند و باور آنان نیاز است تا کشورهای منطقه نیز از روند صلح افغانستان پشتیبانی کنند. هر اقدامی که منجر به ختمی از جنگ به افغانستان شود برای مردم افغانستان پسندیده است. هر روز قربانی، هر روز کشتار، هر روز زخمی، هر روز مهاجر شدن، هم در داخل و هم بیرون. هر هغه څوک یا هڅه چې د سولې او ثبات راوستلو په باره کې کیږي افغانان ورته خراغلاس وایي. ځینې زموږ ملګري اندېښنه لري چې د مذاکراتو زمان او مکان شاید ګټه ونه لري، مګر زه خپل ملت ته اطمینان ورکوم چې په ګران هیواد کې د سولې په راوستو کې هر څوک یا هر هیواد چې لمون سره مرسته کوي نستایلو وړ ده. این همه در حالی است که پیش از این حکومت از فرستادن هیئت به نشست مسکو خودداری کرد و به نمایندگی از دولت تنها نمایندگان شورای عالی صلح راهی روسیه شدند. وزیر خارجه روسیه در این نشست اعلام کرد که تهدید حضور گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان به شمول داعش متوجه امنیت مسکو و دیگر کشورهای منطقه است. نمایندگان طالبان اما با تأکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام کردند که اگر زمان خروج این نیروها اعلام شود حاضرند با حکومت افغانستان گفتگو کنند. در ادامه خبر ده، آغاز روند بازشماری آرای پایتخت. د ټاکنو خلا کمیسیون پریکړه وکړه چې د کابل ټول رای له سره وشمېرل. کاهش 8 میلیاردی بودجه بازنشستگان و شهیدان در سال مالی جدید. روند بازشماری تمامی رای‌های پایتخت امروز آغاز شد. نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که روند گردآوری نتیجه انتخابات پارلمانی با کندی پیش می رود و کمیسیون مستقل انتخابات هم نتوانسته به جنجال‌های انتخابات پارلمانی به گونه درست رسیدگی کند. این نهادها به توانایی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز با شک و تردید می‌نگرند. 23 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور می‌گذرد انتخاباتی که با چالش‌های زیادی به همراه بود، ولی تاکنون نتیجه این انتخابات اعلام نشده است. بر اساس جدول زمانی انتخابات پارلمانی نتیجه ابتدایی باید دیروز یعنی 19 اکتبر اعلام می‌شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات چند پیش اعلام کرد که نتیجه ابتدایی را با 2 هفته تأخیر یعنی در دوم قوس سال روان اعلام می‌کند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که روند گردآوری نتایج در کمیسیون مستقل انتخابات به کندی پیش می‌رود. در بخش مدیریتی پروسه بعد از روز رای‌دهی مراحل که باقی مانده ما هنوز مشکلات داریم. در یک بحث متاسفانه که اجرات و اقدامات توان با تبعیض است. مثلا برای نماینده کوچه ها در ولایت ها فرصت نظارت از پروسه باشماری مجدد ندادن. این خودش یک مشکل کلان است. دومی که هنوز هم در بحث هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی ما مشکل می‌بینیم که کار به شکل درستش پیش نمیره. همزمان با این روند بازشماری و تفتیش رأی‌های شماری از ولایت‌ها به شمول کابل ادامه دارد، دیده شود که تا چه اندازه کمیسیون انتخابات موفق به جداسازی رأی‌های تقلبی از رأی‌های اصلی خواهد شد. دادی په خاطر چې موږ توانې ګو په دغه پروسه کې شفافیت تضمین شي، ټول خلک په دغه پروسه باندې باورمن شي. په همدې مخه باندې د ټاکنو خپلوا کمیسیون پریکړه وکړه چې د کابل ټول رای له سره وشمیرل شي، تفتیش شي، ترڅو حق اخدار ته وسپاري او په ورته وخت کې ټول ناظرینو همدا ډول د سیاسي احزابو استازو او رسنیو پر وړاندې به دغه پروسه پرمخ ځي ترڅو خلک هم په دغه پروسه باندې باورمن شي. آگاهان باور دارند اگر این بار تقلبکاران در انتخابات مورد پیگرد قرار نگیرند، بار دیگر مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌باور خواهند شد. کمیسیون انتخابات اطمینان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری آینده به مراتب شفافتر از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. پس از یک انتخابات بی‌نظم و جنجالی، مردم افغانستان در انتظار 4 انتخابات مهم دیگر. کمیسیونی که تا حال نتوانسته تقویم این انتخابات ها را اعلام کند میگوید که هر 4 این انتخابات ها همزمان برگزار خواهد شد، اما مردم افغانستان باورشان این هست که کارکرد معیوب کمیسیون مستقل انتخابات چه بسا در انتخابات پارلمانی هم دیده شد میتونه که افغانستان را و انتخابات افغانستان را به ویژه 4 انتخابات را که پیش رو داریم باز هم این گونه برگزار کنه و در نهایت کشور به لبه پرتگاه بحران بره بار دیگر. آقای محمد نعیم از غری، مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با ما هستند و بیشتر صحبت میکنیم روی چالش‌های انتخابات افغانستان، انتخابات پارلمانی که گذشت، روند شمارش آرا و نظارتی که اینها از این روند دارن و ضمناً توانایی کمیسیون‌های انتخاباتی برای تفکیک آرای سفید و سیاه و توانایی‌های این کمیسیون ها به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری 4 انتخابات مهم دیگر. جناب آقای از غریبسان خوش آمدین. اگر از اینجا آغاز بکنیم، قسمی که گفتیم انتخابات بی‌نظم و جنجالی گذشت، شماری باورشان این هست که یکی از بدترین انتخابات ها در 17 سال گذشته، ولی کماکان دیده میشه که کمیسیون رفتار مملو از عیب داره و نقص و کاستی. این گونه دیده میشه که تقویم انتخابات ریاست جمهوری باز هم با تاخیر همراه شد، بحث اعلام نتایج انتخابات پارلمانی با تاخیر همراه شد. این گونه چرا کمیسیون تکرار رفتار معیوب و مملو از کاستی و نقص را کماکان ادامه میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما بینندای تلویزیون. البته واضح است که انتخابات 28 میزان و 29 میزان و بالاخره انتخابات قندار از جمله در از زمان سال 2004 یا 1983 به این طرف، یعنی از جمله خرابترین انتخابات بود، هم از لحاظ مدیریتی، هم از لحاظ کیفیت و سلامت انتخابات. از لحاظ مدیریتی مشکلات پروسه چندین عیب و نقص را داشت که اگر مدیریت ما بعض شاخص ها را برش مشخص کنیم، یکی مدیریت اول پلان گذاری است و بالاخره تطبیق او پلان و نتیجه ملموس و با کیفیت این میتونیم ما خلاص یعنی یک تعریف بسیار ساده مدیریت بگوییم. کمیسیون انتخابات پلان را که یا تقویم را که من حیث پلان انتخابات بود آماده ساخت، در پیش از اینکه 28 میزان شود، اما هیچ یک مورد را که در این پلان یا در این تقویم زمان بندی کرده بود کمیسیون نتانست در اون زمانش تکمیل بکنه. بنان پلان خود کمیسیون نتانست تطبیق بکنه که یک شاخصه مدیریت در اینجا نقص شد. بحث دومی که وقتی که پلان در زمانش تطبیق نشد و بالاخره با اون کیفیت که نیاز از پلان تطبیق نشد که ما نتیجه شدیدیم انتخابات 28 میزان و بالاخره یک روز غیر قانونی تمدید انتخابات و تکرار از او بعد از بر انتخابات قندار که یک هفته بعد بود، این نشان داد که کمیسیون امو کیفیت کاری را که برای پروسه انتخابات است نتانست به دست بیاره. بنان از لحاظ مدیریتی کاملا فلج بود کار کرده کمیسیون انتخابات. خب منشأ همین کجا هست؟ این مدیران، کسانی که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات هستند، بحث دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از اینجا ناشی میشه. اینها مدیران برتر نبودن، اینها مدیریت نداشتن. خب از اقدامهای جبرانی حرف زده میشه. دیدیم که آقای صیاد گفت که تمام کارکنان انتخاباتی در حوزه کابل اینها برکنار میشن، به عنوان یکی از اقدامهای جبرانی این را مطرح کردن. اما آیا مدیریت در سطوح پایین مشکل داشت یا نه؟ اینها کسانی که در رأس هستن، اینها مسئولان اصلی هستن، اینها مشکل داشتن. خب اول خب واضح است که کسایی که در رده‌های پایین هستن تصامیم را که در رده‌های بالا گرفته میشه و تصامیم را تطبیق میکنن. مشکل در تصامیم وجود داشته، این رده های بالا بوده. یکی خب مشکل دایی بوده که کمیسیون نمیتونسته مستقلانه پلان گذاری و برنامه ریزی بکنه. بیشتر من ایس یک نهاد مستقل با وجود که ماده 156 قانون اساسی این موقف برای کمیسیون داده، اما کمیسیون همواره منتظر بوده که فرمایش ها از جانب حکومت برش به خاطر پلان گذاری ازش، مثلا استفاده بایومتریک، زمان تعیین زمان انتخابات و موارد مختلف. و بحث دومی که کمیسیون متاسفانه توانایی از زیر پیش بینی امو بحران مدیریت بحران نداشته. مثلا زمان بندی کرد انتخابات، مثلا بایومتریک استفاده کرد وسایلش در انتخابات، فهرست بدون از اینکه قبل از روز رایگیری نصب بکنه، اما اینکه این فهرست چی بحران را در روز انتخابات به وجود خواهد بیاره، با وجود که ما تاکید کردیم قبل از روز انتخابات مواردش و همچنین بایومتریک چی مسائل را باید به وجود بیاره، این پیش از پیش شناسایی نشد و این بود که تصامیم بسیار عاجل و غلط گرفته شد. بخوای از غریب مواردی بود که گذشت اتفاق افتاد، ولی حالا باز بحث اقدام‌های جبرانی هست. کمیسیون چطور میتونه جبران بکنه؟ اول این را یادآوری کردیم که در حوزه پایتخت اینها میخوان کارمندای کمیسیون را برکنار بکنن و اینها رو جاگزین بکنن. از جانب دیگه بحث توانایی کمیسیون در بازشماری آرا و تفکیک آرای سفیددستی‌ها مطرح هست. در 12 ولایت چون این بحث انجام میشه به شمول کابل. اینها چقدر میتونه به عنوان اقدامهای جبرانی ارزشمند که بتونه اعتماد را و باور را دوباره اعاده بکنه به این مسئولان که در نهایت مردم منتظر هستن که 4 انتخابات مهم دیگر اینها برگزار بکنن، چقدر این میتونه مفید باشه؟ این اقدام های جبرانی کافی است شما فکر میکنید؟ من فکر میکنم که اقدامات جبرانی بعضی چیزا رو نمیتونه جبران بکنه. مثلا مردم که از حق رایشون ماندن بر اساس امو غفلت هایی که کمیسیون داشته او جبران نمیشه، چرا برای مردم فرصت دیگه مساعد نشده. یک بحث است. بحث دیگه که تقلبات که رخ داده، خب بازشماری ها در صورت مؤثر می باشد که روند از لحاظ کیفی تغییر بکنه، یعنی فرصت نظارت معنادار برای کاندیدا به شکل مدیریت شدهش، نه که تماما نمایندای کاندیدها در یک جمع در یک بیروبار در داخل همین جایی که دوباره بازشماری میشه وجود داشته، برای یک تقسیم اوقات منظم برای تماما کاندیدا ساخته شوه و برشان ارسال شوه و هر کاندید در زمان مشخص بتونه از این روند نظارت کنه و همچنین فرصت نظارت معنادار برای نهادهای ناظر از تماما روند بازشماری که تا فعلا این اراده در کمیسیون نداشته که واقعا همین فرصت هم مساعد بسازه. بنابراین وقتی که اراده وجود نداشته باشه برای این نمیتونه که امو مشکلات مرفوع بسازه، حداقل در چند ولایت کابل و چند ولایت دیگه. و بحث دیگه که این مدیریت ناسالم کمیسیون انتخابات در این انتخابات گذشته و تا فعلا عملکردهایی که داره، تصامیمی که داره، همین که تصامیمی که گرفته که یک تعداد چند نفر از کارمندای چند ولایت تغییر و تبدیل بکنه، اصلا نمی مکانیزم برای نهادهای جانب زیده خود شفاف نیست که چرا از یک ولایت به دیگه ولایت تبدیل کرده و از یک ولایت به دیگه ولایت. همین دلیل از چی بوده؟ سپاس گزارم آقای از غریب. خیلی کوتاه در پایان اشاره بکنن. خب آقای سیاد دیروز در نشست مطبوعاتی به مشکلات تکنیکی اشاره کرد که فراراه برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها وجود داره و به علاوه بحث انتخابات ولایت غزنی و حوزه بندی این ولایت به اینها اشاره کرد، ولی امیدواری وجود داشت که این موارد پیش از 28 میزان حل شود که چون اتفاقی نیافتاد، ولی حالا ما منتظر هستیم این که این همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این دو انتخابات هم برگزار شود بدون کدام مشکل. امیدواری چه هست؟ شما به عنوان نهاد ناظر که عملا از کارهای کمیسیون نظارت میکنن و تعریف مشخص میتونن راه بتین از کار کرده این کمیسیون، امیدواری چه هست؟ چه در انتظار ما هست و در انتظار انتخابات افغانستان؟ اول خود کمیسیون اینمی انتخابات گذشت، مرحله بعد از انتخاباتی است که در سایه آموخته شده این اصلاحات به وجود میاد. این اصلاحات در ساختار میتونه به وجود بیاره، بررسی جدی از کارکرد کمیسیون رده‌های مختلف صورت بگیره، اصل مکافات و مجازات تطبیق شود. بعد از اون ما بریم به طرف انتخابات های دیگه. تا وقتی که این بررسی‌های جدی از لحاظ مدیریتی، یعنی با اساس اصل مکافات و مجازات بررسی صورت نگیره، ما رفتن ما به طرف هر انتخابات دیگه که باشه، ما بازم به طرف یک بحران کلانتر میریم. سپاسگزارم شما. محمد نعیم از غریب، مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا. بودجه بازنشستگان و شهیدان در سال مالی جدید بیش از 8 میلیارد افغانی کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هر سال شمار بازنشستگان و شهیدان افزایش می‌یابد. این نهاد کاهش این بودجه در سال مالی 98 را پرسش برانگیز می‌خواند، اما وزارت مالیه می‌گوید در صورتی که به بودجه بیشتری برای بازنشستگان و بازماندگان شهیدان نیاز باشد، در جریان سال مالی بر بودجهشان افزوده خواهد شد. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. بودجه بازنشستگان و خانواده های شهیدان از نزدیک به 26 میلیارد افغانی به کمتر از 18 میلیارد افغانی کاهش یافته است. گرچند بودجه سال مالی جدید هنوز از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده، اما وزارت مالیه در پیشنویس بودجه سال مالی جدید سهم بازنشستگان و بازماندگان شهیدان را نسبت به سال مالی 1397 کاهش داده است. بنابر آمار وزارت کار و امور اجتماعی هر سال 14 تا 16 هزار تن به شمار بازنشستگان افزوده می شود. دیدبان شفافیت کاهش بودجه این دو بخش را نگران کننده و پرسش برانگیز می‌خواند. برای فامیل شهدا، برای متقاعدین و برای افراد دارای توانایی متفاوت داده میشه و این از 25 میلیارد به 17 میلیارد کاهش یافته. برای ما از یک جهت معلوم است که این سه کاتگوری مستفید شونده‌اش کاهش نیافته. یک حکومت پیسر در این زمینه کاهش داده، عاملش نیاز است که ما ببینیم و برای ما یک پرسش هست که در این زمینه چیکار شده. بر بنیاد تازه‌ترین آمار وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 150 هزار تن حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. وزارت مالیه اما تاکید دارد که در سال مالی جدید برای بازنشستگان 7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده و در صورت نیاز بر این بودجه افزوده خواهد شد. سال 1398 فعلا به اساس پیشنهاد وزارت محترم کار و امور اجتماعی ما 7 میلیارد افغانی را در نظر گرفتیم. بعد از بررسی های میان سال ما میتونیم که این پول ازدیاد ببخشیم، نظر به ارقامی که از طرف وزارت محترم به ما ارائه میشن و به اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برای اداره محترم ورثه شهدای نیروهای امنیتی ما فعلا در بودجه سال 1398 3 میلیارد افغانی ما در نظر گرفتیم. بودجه سال مالی 1398 بیش از 499 میلیارد افغانی تخمین شده که از این میان 124 میلیارد آن به بخش توسعه اختصاص یافته است. از طرف پیش بینی شده که در سال مالی جدید حکومت افغانستان 12 میلیارد و 200 میلیون افغانی کسر بودجه داشته باشد. وزارت اقتصاد به هدف بلند بردن صادرات و رشد اقتصاد کشور راهبرد 5 ساله را زیر نام راهبرد افغانستان مولد آماده کرده است. تعویض واردات، ارزش افزایی فرآورده‌های داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی از مهمترین بخش‌های این راهبرد به شمار می‌رود. وزارت اقتصاد می‌گوید که راهبرد افغانستان مولد در نشست ژنو سوئیس نیز ارائه خواهد شد. باز هم تمیم شهیر گزارش می‌دهد. راهبرد جدید برای خودکفایی افغانستان، اما هنوز این راهبرد روی کاغذ است و عملی شدن آن در آزمون قرار دارد. راهبرد افغانستان مولد که به تازگی از سوی وزارت اقتصاد آماده شده، به زودی به کابینه فرستاده خواهد شد. وزارت اقتصاد میگوید که در این راهبرد شیوه‌های بلند بردن ظرفیت تولیدی کشور شناسایی شده است و در گام نخست به هدف تعویض واردات روی 10 قلم از فرآورده‌های داخلی کشور که بیشتر در بخش کشاورزی است کار خواهد شد. از غله تا لبنیات و تولید انرژی در راهبرد افغانستان مولد جاگزین واردات خواهد شد. یک استراتژی 5-6 ساله هست و در اینجا چند اقلام مشخص در حدود 10 قلم مورد شناسایی شده که یک قسمتی از او به طور مثال واردات گندم هست. ما یک مقدار زیاد گندم واردات میکنیم در صورت ظرفیت تولیدیشتر داخل هست. موضوع لبنیات هست. افغانستان یک کشور مالدار هست و توانایی تولید لبنیات هم دارد. گوشت مار یک نوعش است و انواع گوشت های دیگری که هست. خوشبختانه افغانستان این ظرفیت برای تغییر ازی داره و بعضی کارها هم صورت گرفته. بلند بردن تولید ناخالص داخلی به بالاتر از 5.5% از طریق افزایش تولیدات داخلی یکی از هدفهای مهم راهبرد افغانستان مولد گفته شده است و بیشتر روی بلند بردن فرآورده‌های کشاورزی و ارزش افزایی آن تمرکز شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که برنامه‌های مشخص به هدف بلند بردن فرآورده‌های کشاورزی دارد و همه‌ساله میزان افزایش تولید غلجات 4 تا 6% است. وزارت زراعت به خاطر خودکفایی، افزایش تولیدات در بخش‌های مختلف استراتژی‌ها و برنامه‌های مشخص خود داره که سال به سال میتونه در قسمت رشد تولیدات زراعتی ما را کمک بکنه. در بخش گندم و در کل غلجات ما پالیسی ملی گندم داریم. در حال حاضر بالاتر از 90% از صادرات کشور را فرآورده‌های کشاورزی تشکیل می‌دهد، اما به دلیل نبود سردخانه و میاری نبودن صادرات کشور، بیشتر فرآورده‌های داخلی افغانستان در فصل برداشت به بهای ارزان به فروش می‌رسد. از دین و مذهب در کشور استفاده ابزاری می شود. شماری از پژوهشگران میگن که سیاست در افغانستان انسان محور نیست. این پژوهشگران تاکید میکنند که برای حل چالش ها و نزدیکی فرهنگ ها در کشور باید زمینه گفتگو فراهم شود و در کنار آن به تاریخ کشور نیز به دید انتقادی نگریسته شود، نه احساسی. چند فاکتور است که تفاوت ایده و تفاوت فرهنگ را همیشه در تناقض باوست یا مدارا و تساهل را نقص میکنند. یک، استفاده ابزاری از فرهنگ دین توسط دولت است. اداره هوانوردی ملکی از سیستم هشدار قبلی رویدادهای طبیعی رونمایی کرد. مسئولان این اداره میگویند سیستم‌های پیشین این اداره کارایی چندانی نداشتند، اما با سیستم جدید مدیریت بحران‌های طبیعی در کشور آسان‌تر می‌شود. این سیستم در سراسر کشور به کار خواهد رفت و برای مدیریت درجه حرارت هوا، سیلاب‌ها، طوفان و خشکسالی استفاده می‌شود. نرگس هورخش گزارش می‌دهد. اداره هوانوردی ملکی از سیستمی رونمایی می‌کند که بحران‌های بزرگ طبیعی را در کشور مدیریت خواهد کرد. سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی. با این سیستم حکومت افغانستان می تواند تغییر درجه حرارت هوا، سیلاب ها و به ویژه چالش جدی این روزهای کشور خشکسالی را مهار کند. 15 اتیا شپږ اتیا فیصده پورې په تېرو 100 میاشتو کې موږ چې کړی دی دا دقت لري او دا به نور هم پسې سمیږي. یعنې هر هغه ارلي وارنینګ چې موږ ورکړی دی یا هغه اخطار چې موږ ورکړی دی تر شپږ اتیا فیصده پورې په دې کې دقت وکړو. که موږ ویل دی چې سیلاب راځي هغه ځای کې سیلاب راغلی. اگر ما بتانیم خوشحالی را در سال آینده توسط از این دستگاه پیشبینی بکنیم میتونیم سطح آمادگی خود را بالا ببریم. اگر مکان وقوع خوشحالی را تثبیت کرده بتانیم که به وسیله از این دستگاه امکان پذیر است، ما میتونیم منابع محدودی را که دولت به اختیار داره متمرکز بسازیم در این ساحه. بسیاری ماشین هایی که پیش از این برای مهار رویدادهای طبیعی در کشور به کار میرفتند کارایی آنچنانی نداشتند. وزیر زراعت در اینجا انتقاد میکند که عدم کارایی سیستم هشدار قبلی در گذشته باعث شده تا آنان نتوانند به خوبی رویدادهای طبیعی را مدیریت کنند، اما ظاهرا با این سیستم از این نگرانی ها کاسته شده است. قضا با استفاده از این سیستم وزارت قادر میشه که در مورد ساخت مدل پیش بینی هواشناسی زراعتی برای کشت نباتات، تخمین تولیدات زراعتی هم فصل داشته باشد. بیش از 20 تن در بخش سیستم هشدار طبیعی آموزش دیدند و ایستگاه‌های این سیستم در تمامی ولایت‌های کشور برای شریکسازی معلومات فعالیت خواهند کرد. بانک جهانی هم این سیستم را پشتیبانی مالی می‌کند تا افغانستان در فصل سرما کمترین رویدادهای طبیعی را تجربه کند. اشتباه خلبان یک شرکت هوایی افغانستان پروازهای فرودگاه دهلی نو را برای 2 ساعت برهم زد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، خلبان هواپیمایی که قرار بود از دهلی نو به قندهار سفر کند، به گونه اشتباهی دکمه هشدار هواپیماربایی را فشار داده و پس از آن نیروهای امنیت هند برای 2 ساعت این پرواز و سرنشین‌های آن را متوقف و بررسی کرده است. این هواپیمای ایربس 330 شرکت آریانا با 124 سرنشین و 6 خدمه پرواز پس از چاشت دیروز از کندهار وارد دهلی نو شده بود و پس از بررسی نیروهای امنیتی هند اجازه پرواز یافت. مسئولان شرکت هوایی آریانا اما میگویند که اشتباه هنگامی رخ داده که خلبان در حال راهنمایی کمک خلبان بوده است. به گفته معاون عملیاتی این شرکت، پیش از اشتباه خلبان نیز نیروهای امنیتی هند گزارش‌های از احتمال هواپیماربایی دریافت کرده بودند. پیش از این در زمان حاکمیت طالبان یک هواپیمای هندی پس از ربوده شدن در فرودگاه قندهار فرود آمده بود. در جریان همی بریفینگ همون کودی را که به خاطر کسایی که طیاره را هایجک میکنن ست کرده بود که او انتر شد و به سیستم ETC یا کنترل تاور هندوستان خبر شدن و اونا تدابیر امنیتی که داشتن طیاره را استاد کردن. با وصفه که کپتان ما برشان گفت که ما سخمنی کار شده از پیشم، چون ما بریفینگ میکردم ما لباس هم در حدود 1 ساعت و 50 دقیقه اونا طیاره را معطل ساختن. کمیسیون بررسی شکایت‌ها و تخلف‌های رسانه‌ای در 6 ماه نخست سال روان به 32 شکایت و تخلف درج شده رسیدگی کرده است. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این کمیسیون می‌گوید شکایت‌ها و تخلف‌های درج شده شامل 5 تخلف رسانه‌ای و 27 شکایت دیگر از رسانه‌ها بوده که به آن رسیدگی شده است. تخلف‌های درج شده رسانه‌ای نیز در برگیرنده نشر معلومات نادرست، ارائه معلومات به شکل وارونه و یا هم لطم وارد کردن به مالکیت حقیقی و حقوقی افراد بوده است. کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای جهت تحکیم حاکمیت ملی توانسته است در سال جاری بر حد اعظمی شکایات هموطنان خود رسیدگی نماید و بیشترین تخلفات رسانه‌ای را که به آدرس خودش دریافت نموده است مورد ارزیابی قرار داده. سپاسگزار همراهیتان به این مجموعه خبری تحلیلی. شبتان بخیر. خدا نگهدار.